ما امام حسین رو نفهمیدیم، این رو جدی میگم، یعنی متاسفانه امام رو خلاصه میکنیم در محرم و سفر و یک آتشی از درون، حرارتون فی قلوب، تو دلمون یه حرارتی ما رو میکشه میبره تو هر تیپ و هر قیافه و هر مسلکی که میخوایم باشیم باشیم. وقتی که صحبت پا میرسه به پا امام حسین علیه السلام، اصلا ماجرا عوض میشه. خیلی ها گناه هایی که انجام میدن تو محرم ترک میکنن. چسایی محرم هیئت میان که ما رمضان مسجد نمیدن، یه حقیقته، نمازیری دیگه وجود نداره. و من خودم دیدم، من در عزاداری ارامنه تهران شرکت کردم، در خرجی که برای عبادتگاه، من ارمنی میشناسم از خودم، خودم میشناسم، یکی زیان کار ندارم. آقا واسه چی تو عباس چطور ارمنی هستی؟ می نداری عیسی، پتروس، این همه اسم مسیحی؟ میگه من نظر حضرت عباسم، من نظر حضرت عباسم. چطور تو میتونی همچی چیز رو میگیری از حضرت عباس؟ بود من مستند دارم، مستند رینیو از برنامه‌ای که در مرقد حالا بارگاه حالا برای هموطنان کریممون سارا بنت آشر میگن، سارا بنت آشر، حالا سری میگن سارا بنت آشر، در اصفهان برگزار میشه و در انتها از هموطنان کلیمون صحبتش وقتی میپرسن میگن شما گیر میکنی تو کار در خونه کیو میزنی؟ میگن حضرت عباس، یعنی امام حسین. مستند دوربین طرف اومده صحبت کرده و این خانم اونجا تعریف میکنه که چطور گوسفندی نظر هیئت ابو عبدالله کرده و چطور حاجن گرفته. فلذا امام حسین رو نسنجید و نبینید توی دایره عقیدتی خودتون فقط. او یک شخصیت جهانی است، متعلق به تمام اعصار و تمامی مکانها و تمامی انسانهایی است که این دلشون آماده است و میخوان که بپذیرن. امام حسین هیچی، از مکه بلند شد، رفت به خط زد، یک عملیات نعوذ بالله انتحاری کرد، به شهادت رسید و ماجرا تمام شد؟ نخیر. شاید این گمان غلط فردی از حسین ابن علی باشد، اما گمان من نیست. اگر می فهمیدیم که امام حسین چه کسی بود، فقط کافی بود برای من تعریف کنند حسین از مکه راه افتاد تا خون می‌گریستی. اگر می‌بینی برای گریستن تو باید روزه مقتل بخوانم، از این جهت است که حسین ابن علی را ما آتی کردیم. ما نفهمیدیم امام حسین یعنی چی. چرا نفهمیدیم امام حسین یعنی چی؟ برای که نفهمیدیم امام یعنی چی، نفهمیدیم مقام امامت یعنی چی، ما نفهمیدیم مظلومیت علی ابن ابی طالب یعنی چی، ما مظلومیت امام حسن رو ندیدیم. و چرا صحابه ما تعریف میکردن این اتفاق برای کسی دیگه هم افتاد گریه میکردن؟ درد اونجاست که وقتی شما میگه این لیوان افتاد شکست، نعوذ بالله، بلا تشبیه چاره ای نداره. وقتی من میبینم که میگن آقا فلان لیوان افتاد شکست، میگن آقا لیوانو بد جوری انداختن شکستن، ها بهش گفتن این لیوانو اینجا نذار، گفت خوب کاری میکنم زد شکست، میگن چه آدم بی تربیتی، یه خورده دلت میگیره به خاطر که آدم چقدر آدم نفهم میدوشید. اما وقتی بهت بگن این لیوان فلان قیمتی بود، فلان بود، به همان بود، فقط به شما میگن این لیوانو گذاشت لبه میز، شما میگید چه آدم بی تربیتی، شعر اینو نمیشناسی. نعوذ بالله، بلا تشبیه، در مثلا مناقشه نیست، چاره ای نداره. ما نفهمیدیم امام حسین رو.